سلام بچه‌ها، خوش اومدید به این ویدیو. این ویدیو دومین قسمت از برنامه سیمولیشن یا همون شبیه‌ساز هستش. در کنار سایزمون هستی، میخواد یه سلام علیک بکنی. قسمت دوم برنامه. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز این برنامه و همینطور شما میدادید. خیلی ارادت دارم. این برنامه قسمت دوم سیمولیشن همونجوری که بهتون گفتم و یه موضوع جذاب و جدید دیگه ای رو قراره امروز با هم دیگه صحبت بکنیم. در کنار استاد هستیم. توضیح به ما بده که این برنامه دقیقا چی هستش؟ برنامه امروزمون چیه؟ داستان چیه؟ یه مقدار موضوعی که میخوام راجبش صحبت کنم امروز، همونطوری که اشاره کردیم، مرتبط با شبیه سازی که توی جلسه قبلی بهش صحبت کردیم. اما توجه به اینکه جلسه قبلی ارجاع دادیم به دنیای سینما و دنیای گیم، امروز من میخوام با یه فیلم شروع کنم. یه فیلمی معرفی میکنم که خیلی فیلم جذابیه به اسم The Wall، همون دیوار. من این فیلم یه فیلم موزیکال بلنده از گروه پینک فلوید. یه تیکه ای از این موزیک هستش که حالا چون من عادت ندارم فیلم اسپویل نشه، یه تیکه از این موزیک هستش، یعنی از این فیلم هستش که اشاره میکنه به دیوار. یعنی چی؟ میگه که همه ماها آجرایی هستیم برای یک دیوار. آره، یه موزیک خیلی معروفی هم هست که میگه یک آجر دیگه از دیواریم همین دیوار. حالا این موضوع چی هستن؟ بذار برات بازش کنیم. داستان این دیواره و این آجره کاملا داره اشاره میکنه به سیستم آموزشی. مثلا بحث امروز ما راجع به سیستم آموزشی که تو همون چارچوب شبیه‌ساز که ما رو دارن کنترل میکنن، تو سیستم آموزشی هم همین شکلی ما رو دارن کنترل میکنن. یعنی میگی شما با آموزشه دارن ما رو چجوری میشه میگی کنترل میکنن ما رو؟ ببین، شما 10-12 سال درس میخونی، یه موضوع یه متن رو توی این 12 سال بهت گفتن. شما مثلا توی درس فارسی میخونی یه بخشی هستش مثل تصمیم کبرا. بله، تصمیم کبرا، دهقان فداکار، بابا آب داد. دقیقا. خب من الان 40 سالم. من 40 سال پیش این درس رو خوندم. بچه‌ای که الان داره تو مدرسه میره تو ایران همون درس رو الان داره میخونه. یعنی چیزی تغییر نکرده. همین روش رو دارن پیش میگیرن میرن جون. یعنی ما رو توی چهارچوبی همچنان نگه داشتن و همه رو توی سطح میخوان نگه داشتن. من مخالف شدید این نوع آموزش هست. یعنی میگه اشتباه هستش که داریم؟ ببین، من با یادگیری کاری ندارم. یادگیری اصلا چه از لذت بخش‌ترین نکاتی که ذهن میتونه بهش بپردازه یاد گرفتن. ولی من با چهارچوب این قضیه مشکل دارم. حالا چهارچوبش چیه؟ اینکه شما رو با یه سیستم خاص آموزشی، نه فقط مختصی ایران باشه، تمام که شما همه دنیا هست، موضوعی هستش که با همه بچه ها 45 سال حقی دارم اما موضوع تدریس میکنن، درس میدن. میخوام به اینجا اشاره کنم که این سیستم آموزشی غلطه. چرا غلطه؟ ببین، یه بچه میتونه توی 4-5 سال اول یه سری نکات آموزشی رو درس بگیره، مثل خوندن و نوشتن. ریاضی نیازی نیست شما انتگرال توی دوران دبیرستان یا همون کلاس 12-11 بخونی. توی دبیرستان مثلا اتحادا و اینا هم درس کاملا تخصصیه. مثلا یک دونش هم من یادم نمونده در شخص از اون زمان دبیرستان همه اتحاد بخونی. چون اصلا تخصصیه. شما نگاه کنید ببینید تو دانشگاه هم داره تدریس میشه همین موضوع. آره، جز 14 عمل اصلی علنا هیچ چیزی به کار من که نیومده، حتی به کار شما اصلا به کار کسی دیگه. حالا شما فکر کن 4-5 سال این 4 تا چیز درست حسابی خوندن، نوشتن، یه زبان بین‌المللی که الان انگلیسی، زبان بین‌المللی آموزش بدن، چیزهایی که بچه باید آموزش بگیره. بعد بیان بچه رو با توجه به علاقیات خودش، یه نفر دوست داره ورزش رو ادامه بده، ورزش آدم موفقیه،
اون بچه یکی نقاشی دوست داره، نقاشی آدم موفق، یکی بازیگری دوست داره، یکی اصلا گیم دوست داره، گیمر میخواد بشه. چرا تخصصی که تخصصی به دوست روز بشه، حالا تخصص های بیشتر بیاد، رشته های بیشتر بیاد. دقیقا اونا بحثمون رو به اینجا میکشونم بهت بگم که ببین این یکی از ایراداتی که این سیستم آموزش یعنی اینکه خیلی تایمش زیاده تایمش مثلا زیاده. آره این تو 10-12 ساله هدر رفت داره. یکی دیگه که تایمش خیلی من این نکته بیشتر اذیت میکنه که الان شما دانشمندانی که هستن تو حوزه یادگیری و اینا، یعنی که میگن آقا ذهن موقعی که یادگیری رو شروع میکنه و میخواد اطلاعات رو دریافت کنه برای یادگیری، 2 تا 3 ساعت بعد از اینکه از خواب بیدار میشه. شما توی کشورمون ایران ساعت 7 صبح تو مدرسه، یعنی 7 بیدار میشه 8 بعد سر کلاس میشه. یعنی عملا ساعت 8 صبح وقتی که اصلاف درس میخونه که معمولا هم درس عمل و ریاضی قرار میدن. آره من مثلا دیدم خیلی مثلا زمان خودمون هم 8 صبح مثلا ریاضی بود، خیلی هم درس کاملا سخت و سر شما به شما یاد کن یاد بدن و شما ذهنت آماده نیست. من اصلا شنیده بودم همچین چیزی، میگفتم مثلا 9-10 صبح به بعد اصلا زن از ساعت 10 صبح به بعد شروع میکنه یاد بگیره. پس عملا اون 2 ساعت که دارن ریاضی به شما یاد میدن هیچ یاد نمیگیره. 3 ساعت دیگه شما فکر کن 7 ساعت بیدار میشی مثلا تا 10 صبح 3 ساعت علنا. بله حالا شما اینو حساب کن، ما اصلا میگیم میانگین، حالا نمیخوام دقیق حساب کتاب کنیم، 150 روز درس ها شما مدرسه میدید. روزی 3 2 حالا 3 ساعت هم نمیدیم چون حساب کتاب رو جبر راحت کنیم، 2 ساعت در خواب بیدار شد رفتیم مدرسه. خب عملا 300 ساعت عمر تو 10 سال داری هدر میدی، چیزی یاد نمیگیری. این فاجعه است واسه جامعه هایی که تو اون بخوام ادعای پیشرفت میکنم، من میخوام پیشرفت کنم، این فاجعه است واقعا. 300 ساعت در سال، حالا شاید نمیدونم واقعا شما اینو تقسیم بر 24 کنی میبینی که چند روز کامل میشه، چند تا 24 ساعت حالا روز کامل خیلی واقعا چند روز از دست دادی تو زندگی در سال دارم. اونم با مدرسه شما فکر میکنم مثلا میری درس میخونی پس که داره این عدد میره. حالا شما نگاه کن این سیستم آموزشی بود، حالا کرونا اتفاق افتاد، آموزش ها مدارس بسته شد، بچه ها نشستن توی خونه آموزش آنلاین. تو کشور ما که اصلا زمینه این هم زیرساختش خیلی مشکل داره بخواهیم بزیرش. خب خیلی اتفاقات بدی افتاد. خب من شهیده دادم مادر پدره اینا آسی شده بوده، یعنی با باور کرونا بگیره فقط بین مدرسه بردارید ببرید اینا. حالا یکی بحث اونه، یکی بحث آموزشیه، بچه ذاتاً چیزی آموزش نمیگیره. یه نکته خوب داره اینکه کلاسایی که شروع میشه دیگه 7 صبح نبود، 10 بود، بچه بیدار شد به محیط خونه است. آره این خیلی بهتره، محیط خونهش راحت، هر موقع خواست غذاشو میخوره صبحونهشو میخوره، حاضر شدن نداره مثلا. ولی شیطنتاشون هم هست که حالا درس رو یاد نمیگیره، اون که چون انتخابه دیگه، طرف دوست داره درس بخونه میشینه پای سیستم رو بخونه، دوست هم نداشته باشه شیطنتاشون رو یاد نمیگیره بخونه میخونه. خب این هم خودش یه سری چیزا من نمیتونم بگم که آقا همه یه سیستم های آموزشی بیان از این به من آنلاین بشن. خب این یه ضعف بزرگی چرا، چون بچه ها میخوان ارتباط بگیرن تو جامعه بچرخن. آره اینکه بچه تو محیط هم باشه خیلی مهمه از لحاظ یادگیری و از لحاظ اینکه فرد تو جامعه بتونه مثلا این کاری انجام بده. خیلی مهمه که تو جامعه وجود داشته باشه، چون حضوری سر کلاس داره رفیق پیدا بکنه، دقیقا ارتباط نزدیک داشته باشن با هم. حالا این هم یکی دیگه از بارهایی که وجود داشت، یعنی باز نمیخوان این سیستم رو مدیریت کنن و درستش کنن، چون نیاز دارن به این سیستم که بخوان جمعیت و اجتماع ها رو کنترل کنن، اون چیزی باشن که مردم مثلا دلشون میخواد. نمیخواد زیاد کسی باهوش باشه که بخواد زودتر چیزی رو بفهم. دقیقا، یعنی مثلا اینجوریه که نمیاد کسی اینو سر و سامون بده که مثلا به قول شما یه سیستم آموزشی که مثلا 50 سال 60 سالی داره استفاده میشه، حالا تو مملکت خودمون مثلا 50 سال 60 ساله داره تو مملکت خودمون استفاده میشه، مثلا نمیان بشینن دوباره مثلا یه برنامه‌ریزی بکنن، مثلا به جایی که 5 روز در هفته، مثلا ما زمان ما 6 روز بود، مثلا از این کاری رو باید 5 شنبه رو ترتیب کردن مثلا،
الان شده مثلا 5 روز، مثلا طرف یاد بگه مثلا 3 روز در هفته حضوری برن سر کلاس، مثلا یه سری چیزای تئوری عملی یاد بگیرن، یه تئوری ها رو مثلا طرف یاد تو خونه مثلا یاد بگیره. خب ببین مثلا ما میتونیم یه مثال بزنیم. خب نیاز نیست که طرف ببینید 12 سال درس میخونه، 1 سال کنکور داره، بعد میری وارد دانشگاه میشه، تازه اونجا میخواد وارد تخصص بشه. یه باگی هم این وسط وجود داره. شما درس خوندی، کنکور میدی، تنی رشته میخواد بکنی، یه رشته رو قبول میشی که اصلا تو ذهنت هم نبوده، ولی چون دانشگاه دیگه نمیخوای برگردی به علاقه، میری دانشگاه تو ادامه میدی، علاقه هم نداری و قطعا هم تو کار موفق نیستی. حالا بیاییم نصف کنیم این سیستم ها بودیم، 12 سال رو بکنیم 6 سال. 6 سال مفید توی یه چارچوب خاص طرف آموزش ببینه، بعد از اون 6 سال مستقیم وارد دانشگاه نشه، 6 سال هم راجع به اون درس، اون تخصص خودش، اون بچه چی رو دوست داره، نقاشی دوست داره، 6 سال یا تئوری عملی نقاشی باش کار کن، 6 سال بیان بازیگری باش کار. یعنی مثلا بیاد به جایی که مثلا تو دبیرستان بخواد تعیین رشته بکنه، بیاد مثلا از حالا مثلا ششم، آره مثلا ششم بیاد تعیین رشته بکنن دلوقتي. تخصص که دیگه اونجوری دانشگاهش هم مشخصه، چیزی نیازی به کنکور ندارن. طرف مستقیم میدونه آقا من دارم آموزش میگیرم با توجه به نمراتی که دارم، استعدادی که دارم، میتونم برم بازیگری رو تو فلان دانشگاه ادامه بدم و اونجا دیگه تخصص میشه. حالا یه بحث دیگه هست، الان شما تصور کنید که این اتفاقا بیفته، جوامع بیان این کارو بکنن، کسایی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشن، از مدارس فارغ التحصیل، حتی دیپلم میگه اون آدم دیگه شاید دانشگاه نخواد، ولی دیپلم با تخصصیه، دیپلم تخصصی داره و تو رشته ای که تخصصی 6 سال آموزش دیده میتونه فعالیت اجتماعی حرفه ای کنه، کار کنه، درآمدزایی داشته باشه برای خودش. حالا برمیگردیم دوباره به همون موضوع آموزش. پس سیستم آموزشی میخواد همه رو یک دست بکنه که همه توی چهارچوبی باشه. قصدش دقیقاً این کار چیه؟ مثلا شما میگی که شما نظرت یعنی اینه، میگی که اینها حالا اون کسایی که دارن تحصیل میگیرن، اونایی که سیستم آموزشی دارن پیش میبرن، میگی که اینجوری پیش میبرن که همه رو یکسان نگه دارن. دقیقا. که چه اتفاقی بیفته مثلا، چی به اونها میرسه یا چی به ما میرسه؟ که ما رو تبدیل کنن به همون آجوره برای اون دیواره. آها تبدیل اون چیزه دیواری که دارن میسازن، یعنی ما یه آجر واسه اونها بشیم. ببین میلاد جان، کسب علم شیرین ترین ماجراجویی برای ذهن، ولی باید دقت کنیم که ذهنمون رو درگیر چه چیزایی میکنیم، 2-2 تا 4 تا یا فکر کردن به بیرون جعبه. جالب، خیلی ممنون، خیلی خوشحالیم که تا اینجا یه ویدیو با ما همراه بودید. قسمت بعدی به امید خدا هفته بعد از همین کانال، قسمت بعدی هم در مورد چی بوده شما بودید؟ یه موضوع خیلی جذابتر به اسم متریالیست یا متریالیستی. جالبه، حالا تا هفته بعد ببینیم که چجوری. مراقب خودتون باشید، فعلا شما هم میخواهید بدونید خودتون خداحافظی کنید. بیشتر فکر کنید که بتونید بهترین نسخه از خودتون باشید. ممنون. کات 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 کات.